بعد میگه when may you use a hazard warning lights کی از چار، چراغ از اون فلاشرامون استفاده میکنیم در حالت با اینکه که از بوغمون استفاده کنیم که از چراغمون استفاده کنیم صحبت کردیم گفتیم زمانی که میخوایم به بقیه بگیم ما اینجاییم حالا که از این چراغ چهار چراغ اون جفران ما کی استفاده میکنیم تو پارک along side another car زمانی که میخوایم بریم کنار یک ماشین دیگه along side یعنی مثلا دوبل بریم کنار ماشین پارک کنیم خب اگر دوپل پارک میکنیم که میشه عذر بدتر از گناه که نباید اصلا پارک کنیم اونجا این هیچ When you are being towed وقتی که دارن شما رو ماشین ماشین شما رو دارن چیکار میکنن بوکسل میکنن یعنی یه ماشین دیگه ای دار از جلو ماشین رو میبره به این ترتیب اون زمان ما باید چیکار کنیم جفرانو بزنیم نه to park on double yellow lines زمانی که ما میخوایم روی دبل یلو خطای دو تا, دو تا, دو تا خط زرد هست کنار جا اونجا یعنی در واقع جایی که یعنی چی پارک ممنوع وقتی میخوایم تو پارک ممنوع پارک کنیم خب این هم میشه در عذر در از گناه when you have broken down وقتی که ماشینتون خراب شده وقتی ماشین خراب شده ما از hazard warning lights استفاده کنیم کلاً یادمون باشه هر س... حالا موتووی بود نمیدونم جاده بود هر چیزی بود پاسخی که در رابطه با این قضیه هست حالا ممکنه به شکلهای مختلف این رو بپرسه شما که از فلاشراتون از چرا خطرهای در واقع جفران ما استفاده میکنید زمانی که ماشین خرابه زمانی که ماشین خرابه ایجاد انصداد توی جاده داره میکنه و زمانی که شما در پیش مثلا تو موتور جای جایی جلوتر یه خطری رو میبینید مثلا میبینید همه دارن میزنن رو ترمز یا ماش... یه ماشین خورد به ماشین دیگه واتر چیزی مانند این داره اتفاق میفته اون وقت یه لحظه فلاشر رو روشن میکنیم یا رو زودتر از اینکه یعنی همراه با ترمزمون این رو هم متوجه بشن ولی به طور دائم نمیذاریم روشن باشه موقت اون کار میکنیم این جاها جاهایی است که ما فلاشر رو استفاده میکنیم حالا گفت مثلا برای تشکر برای نمیدونم اعتراض اینجور جا نیست اوکی پس اینها رو یادمون باشه بریم حالا ببینیم کی بهش برمیخوریم اوکی ببینم پاسخش رو میگه درسته بعدی میگه hazard warning lights should be used when vehicles are دقیقا دوباره رسیدیم به یکی دیگه از همون پرسش حالا دمودش کار کردیم دیگه حالا تونتر میریم جلو چرا های چا این هزار بارنگ لایت همون میگیم جوفران ما جفران ما باید زمانی استفاده بشه که ماشین ها uh, are, وقتی ماشین ها هستند broken down خراب and causing an obstruction خراب شدن و ایجاد انصداد ایجاد مسدودیت میکنند همینه اما اینو میزنم اما بازم اونای دیگر میخونیم شاید یکیشون دوزی بهتری داشته باشه همیشه این کار میکنیم being towed الان A road یه ماشین دیگه داره اونها رو تو میکنه یعنی چی یعنی اونها رو بکسل میکنه میکشه میبره خب گفتیم نیست faulty and moving slowly خرابه و یواش یواش میره جلو نه reversing into a side road داره دندقه وارد یه دونه فرعی میشه که اونم نه ریورس چراغ دندقه خودش در واقع راه نمای ماست پس توی, ریورسینگ توی reversing ریورسی ما راه نما نمیزنیم جفران نما هم نمیزنیم broken down بریم بعدی درست بود بعدی میگه you are driving on a motorway شما توی آزاد راه توی بزرگ راه دارید میرید the traffic ahead is breaking sharply because of an incident ماشین های جلو به شدت در میزنن رو ترمز به خاطر اینکه خطری جلوتر هست اتفاقی جلوتر افتاده همه دارن میزنن رو ترمز همه این چیزهایی که الان گفتم همشون دونه دونه دون دارن میان میرسن How could you warn traffic behind you اونایی که پشت سرتونن شما چجوری میتونید بهشون آگاهی بدید Briefly use the hazard warning lights چراغ جفرانماتون رو briefly به طور مختصر استفاده کنید Briefly use the rear fog lights به طور مختصر چراغای مهشکن عقب رو روشن کنید یه لحظه اونو کوتاه اونو روشن کنید Switch on the hazard warning lights continuously چراغ جفران ما رو روشن کنید continuously به ممتد ادامه دار بذارید همجوری بزنه switch on the headlines continuously چراغ های جلوتون رو چراغ بزرگار رو روشن کنید چرا اصلا اینکه من اصلا پشت سریا رو بفهمونم که چی به چیه چراغ جلو هم رو روشن میکنم آفرین چه گزینه خوبی anyway گفتیم کدومی یکیه همینه در مورد این صحبت کردیم جفران گفتیم به طور مختصر م... یعنی نه به طور دائم نه continuous بلکه briefly روشن میکنیم اوکی این پاسخش هست همیشه هم همینه اوکی پس این با خیالمون راحته که میتونیم اینو همیشه بزنیم what would help to keep you alert during a long journey اوکی میگه چه چیزی کمک خواهد کرد میتونه کمک کنه که شما رو آگاه نگه داره یا حالت هوشیار نگه داره زمانی که یک سفر طولانی دارید using the heater to keep the car warm از هیتر از بخاری ماشین استفاده کنیم ماشین رو گرم نگه داریم شوشیار نگه میداره ما رو making sure that you get plenty of fresh air این که حواسمون باشه که هوای تازه مرتب میگیریم مرتب هوای تازه بمون میخوره اوکی این بهمون مثلا کمک میکنه برای سفر بلند Keeping off the motorways and using country roads. این که از چیز استفاده نکنیم. از ها استفاده نکنیم. و از جادایی بین شهری استفاده کنیم. این مثلا میتونه کمک کنه که ما هوش و اون سر جاش باشه. یکی میگه drinking a sugary drink while driving. میگه از یه نوشیدنی شکردار. پر... شکر... شکری شگری. آه... شکردار. از اون استفاده کنیم مثلا نوشیدنی بنوشیم همینجور مرتب تا تی کیپ یو الرت همچین هوشیار بمونید کدوم یکی رو بعد انجام میدیم برای اینکه سفر بلندی داریم هوا سرجاش جاش باشه هوای تازه بیاد اوکی؟ هوای تازه رو مرتب داشته باشیم این میتونه کمک کنه ماشین اگه گرم بشه واسه خوابالو دیگه میشه این رو هم همیشه یادمون باشه به با عنوان یکی از, از اونایی که گزینه ما نیست یعنی همیشه با دیدن این بدونیم خب این نیست روی تا دیگه فکر بذاریم وقت بذاریم اوکی پس کیپ یا هیتر اینها برای خستگی و لانگ جرنی و این هر وقت اومد خوب یادمون باشه که استفاده نکن خب پس اینکه هوای تازه بیاد رو چک میکنم میگه درسته بریم بعدی Drinking uh, any amount of alcohol is likely to مصرف هر مقداری از هر میزانی از الکل میتونه احتمال داره که افکت your judgment of speed تاثیر بذاره روی اون درک شما از سرعت سرعت شما مثلا اون تشخیص سرعت رو متاثر کنه اوکی okay. لور your driving confidence اون اعتماد به نفس شما برای رانندگی رو کاهش بده increase the speed of یور reactions اون واکنش شما رو سرعت ببخشه سرعت واکنش شما رو بالا ببره uh, improve your awareness of danger uh, آگاهی شما از خطر رو بالا ببره اوکی okay. حالا می گفتم شما ممکنه بگید که آره من الکل اگه مصرف کنم اینجوری میشم اونجوری میشم ولی پلیس همیشه میگه چی شما سرعتتون رو درست نمیفهمید افکت یور جادجمنت اف سپید شما وقتی مصرف کنید نمیفهمید دارید چقدر تون میرید و اینها این, این تعریف پلیسه. here we go پس پاسخ همیشه این میزنیم اوکی okay. چک درست بود بریم بعد You're not sure if your cough medicine will affect your ability to drive safely. میگه شما مطمئن نیستید که این دارویی که مصرف میکنید برای صرف زداناتون تاثیر میذاره رانندگیتون یا نه. What should you do? باید چیکار کنیم؟ Take your medicine with food. داروتون رو حالا که نمیدونید با غذا بخورید همچین غذا بخورید و نه بخورید دیگه اونجوری مطمئن میشید که تاثیر نمیدونم <applause> شما مطمئن نیستی که تاثیر میذاره یا نه حالا میگه با غذا بخوریدش چشم اینکه میگه drive if you feel alright اگه احساس میکنید اوکین او این مسئله ندارید آره راندگی کنید اوکی okay. اینکه میگه check the medicine label اون لیبلش پشتش اون کاغذش هر چیزی که داره اون برچسبش رو بخونید برچسبش رو چک کنید ask a friend or relative for advice از یه رفیقی دوستی کسی بپرسید ببینید نظرشون چیه صاب نظران دیگه همه پس لیبلش رو چک میکنیم اگر نمیدونیم این تاثیر میذاره یا نه روی همه داروها رو کارتوناشون نوشته که مثلا میتونه تاثیر بذاره برای درایوینگ و مشینری اختار میده که مثلا کارهایی که با نمیدونم دستگاه برنده و اینجور چیزا هست همیشه میگن اگر اونا رو چیز میکنید این دارو رو مصرف کنید اونا با اونا کار نکنید خب پس باید لیبل رو چک کنیم که ببینیم همچین اختاری رو داده یا نه چک میکنیم و درست next one Alright, میگه که what does this solid white line at the side of the road indicate این رو داره میگه میگه که این خط سالید، یعنی what does the solid یعنی این قطعی نداره یک در... یه, یه پارچه است uh, لاین سپید یه پارچه که در کنار جاده کشیده شده uh, چه چیزی رو indicate um, نشون میده میگه گویای چه چیزی هستش ترافیک لایت اهد یعنی جلوتر میرسیم به چراغ خطر چراغ چراغ رانمه... چراغ قرمز و اینا راهنمایی به جلوتر همچین چیزی چون باشه اینو میکشن نه فوت پاس اون دی لفت این سمت چپ شما یک مسیر آبر دارید مسیر پیاده رو دارید نه این هم برای اون هم گویای اون نیست ایج آف دی کنریج وی لبه ی... م... این کنریج وی یا همین خیابون مسیر میگه این مسیر این لبه مسیر رو داره نشون میده سایکل پاف مسیر گذر دوچرخ سوار رو داره نشون میده نه دوچرخه سوار مسیرش متفاوت تره. پس این اج آف کریج هستش لبه این این لبه رو میگه اونم اون یکی لبه رو میگه اینم واسه دیگه چیزی از این واضح‌تر دیگه که نیست پس فقط این رو تو زنمون داشته باشیم چک میکنم درسته بریم بعدی میگه که You're driving towards this level crossing شما دارید میرید از این level crossing رد شید level crossing چیه؟ level crossing اونجایی هست که خط آب اون چیز قطار اینجوری میاد از روی جاده رد میشه یعنی یه ریل هست از تو منظره اونور میاد از یه چکش از روی جاده میره اونجا میان بریر میذارن مانه میذارن تا چراغ و همین چیز هست و وقتی هم که داره رد میشه خب این بریر میاد پایین و جاده Damage. Hello, Ben Gim level crossing. Hello, Mir Shaman, darid it something level crossing. You're driving towards that uh, the center this level crossing that uh, it made it something level crossing that it ran What would be the first warning of uh, an approaching train? Mirka Avalin warning, Avalin Echthoriki Shast. در رابطه با آمدن یه قطار اینکه مثلا یه قطار داره میاد اولین اختاری که شما متوجه میشید کدومه اولین اختاری که داده میشه both hand barriers down دوتای این چیزها دوتای این hand barrier مانه ها جفتشون میان پایین uh, one half barrier down یه دونش میاد پایین این یکی میگه a steady amber light یک چراغ زرد ثابت میاد اون روشن میشه این اولین اختاره این میگه تو این فلاشینگ رد لایتس دوتا چراغ قرمز شروع میکنن به چشمک زدن کدومی که اول میاد اول چراغ زرد میاد مثل توی تابلو را رانمایی چیز اه چراغ رانمایی چراغ های سر را اول زرد میاد اوکی استدی امبر لایت ولی چیه استدی هستش چشمک نمیزنه این رو یادمون باشه تو این تابلوها اولیش این هستش چک میکنم میگه درسته میریم بعدی خب you are behind the cyclist شما پشت سر این دوچرخه سوار هستید when the traffic lights change وقتی که چراغ رنگش عوض میشه چراغ ترافیک رنگش عوض میشه what should you do شما باید چیکار کنید try to move off before the cyclist تلاش کنید پیش از اینکه این حرکت کنه برید اوکی okay. این خیلی مهمه turn right but give the cyclist room ببینید سمت راست ولی به اینم را بدید به اینم فضا بدید اوکی okay. به اینم فضا بدید ولی ببینید سمت راست allow the cyclist time and room به دو سوار زمان و فضا اختصاص بدید زمان و فضا بدید tap your horn and drive through first بزنید رو و اولین نفر باشید که رد میشه برنده بشیم اوکی. پس اینجا میشه چی allow the cyclist time and room همیشه تو اینجور مسائل ما باید بهشون فضا بدیم زمان بدیم فرصت بدیم جا بدیم به حال چون ما زمین نمیخوریم ولی این میخوره پس باید چی دنبال این گزینه ها بگردیم خیلی خوب پس ما اول ردشیم و اینها نداریم باید به اینها فضا بدیم چک میکنم و درست دو میریم بعدی پرسش بیستم What should the, the white car do when the traffic lights change to green؟ این ماشین سپیده باید چیکار کنه وقتی که چراغ اینجا چیز میشه؟ سبز میشه اوکی وقتی چراغ سبز میشه این راننده ای ماشین سفید باید چیکار کنه؟ باز دوباره همون شرط دیگه یه دو شخص سوار کنارش هست بازم چراغ زلوش هست حالا باید چیکار کنه؟ wait for the cyclist to pull away وایسه تا این دوچرخ سوار بره uh, را بیفته بره move up close to the cyclist to beat the lights میگه که نزدیک بشه move up close to the cyclist بری جلو نزدیک بشه به دوچرخ سوار تا اولین نفر باشه که میرسه به uh, چراغ انگار کورس میخوام بذارم و این یکی میگه move off quickly and turn uh, in front of the cyclist سری را بیفته موو اف سری را بیفته و ترن این فرانت اف دی سایکلیست به پیش جلوی دو شخص سوار حالش جا بیاد بخندیم اوکی okay. این هم پیشنهاد میده و این یکی میگه sound their هورن تو وارن the سایکلیست بوق بزنه بهش اختار بده با تو هم بوق بوق اول من اینجوری مثلا وارن نشون خطر بده. اختار بدیم بعد چی ویت ویت فور دی سایکلیست تو پول اوی وایس ایم تا دو شخص سوار بره این با وایس تا این دو شخص سوار بره چک میکنم قطعا درسته بریم بعدی